یکم اسفند ماه 1399 خورشیدی و 19 فوریه 2021 میلادی. امشب صفحه آخر به بهنام محجوبی میپردازیم و به پرونده سردار سپاه عیسی شریفی. پرده آخرم آخر برنامه. در بهمن 96 در اعتراض به محدودیت امنیتی که حکومت برای قطب دراویش گنابادی درست کرده بود، ایست بازرسی و کنترل رفت آمد و یه حالت حصر خانگی با ماموراش اون که گذاشته بودن اونجا، باعث اعتراض دراویش گنابادی شد. جمع شدن جلو خونه نورعلی تابنده و اطراف خونه در گلستان هفتم خیابان پاسداران تهران و کشاکش دراویش و ماموران حکومت باعث درگیری‌های شدیدی شد که 7 کشته داد. چندین روز طول کشید، بیش از 300 نفر بازداشت شدند. یکی از کسایی که براش پرونده درست کردن که دادگاهیش کنن به اصطلاح خودشون، از انبوه آدمایی که اونجا بودن، بهنام محجوبی بود. بهنام محجوبی در مرداد 98 به 2 سال زندان محکوم شد. قاضی صلواتی دستور گرفت حکمش رو داد. دایره اجرای احکام زندان اوین او رو بلافاصله احضار نکرد. طبق معمول جا نداشتن. 3 دی ماه 98 نورعلی تابنده درگذشت. بهنام محجوبی از شنیدن خبر درگذشت قطب دراویش گنابادی دچار به اصطلاح پنیک اتک شد. حمله عصبی که روی قلب و اعصاب به طور ناگهانی اثر میذاره. این مقدمه رو گفتم فقط برای اینکه شناخت مختصری از بهنام محجوبی خدمتون عرض کرده باشم، چون موضوع دراویش گنابادی نیست و زندانیانی نیست که به عنوان درویش گنابادی به دلیل عقیده زندانی شدن. درباره اینکه چه کسی چه عقیده ای داره اصلا موضوع برنامه امشب این نیست. موضوع رفتار جمهوری اسلامی است با مردم و با زندانیان به طور کلی و قتل عمدی که جمهوری اسلامی ایران مرتکب میشه، از جمله در پیوند با زندانیان گوناگونی که دیده ایم. و حالا درباره بهنام محجوبی خواهم گفت. زندانی اصولا اسیر دست زندانبان، کاملا بیدفاع. زندانبان هر بلایی میخواد میتونه سر زندانی بیاره. به همین دلیله که کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل به وجود میاد که الان 160 کشور عضو سازمان ملل عضو کنوانسیون منع شکنجه هستند. ایران از معدود کشورهایی است که عضو این کنوانسیون نیست، امضا نمیکنه کنوانسیون منع شکنجه رو. اسلام دست و پاشو بسته. چرا جمهوری اسلامی نمیذاره نماینده ویژه حقوق و بشر سازمان ملل بیاد ایران، بره زندانها رو ببینه، با زندانیا صحبت کنه؟ چرا نماینده سازمان های معتبر حقوق و بشر بین المللی مثل عفو بین الملل رو نمیذاره برن ایران؟ چون میخواد به قوانین شناخته شده بین المللی در رفتار با زندانیان در دنیای وارد شده به مدنیت عمل نکنه و همین وحشیگریه که در 42 سال اخیر داشته ادامه بده. آنچه بر بهنام محجوبی گذشته نماد رفتار جمهوری اسلامی است با همه زندانیان سیاسی و عقیدتی که خودشون میگن زندانی امنیتی. بهنام محجوبی 27 مرداد 98 به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق فراهم ساختن تجمع غیرقانونی به 2 سال زندان محکوم شد. 31 خرداد 99 طبق احضاریه‌ای که براش اومد خودشو به زندان اوین معرفی کرد. برگه پزشکی تو دستش بود که به دلیل وضعیت خاص بیماری که داشت و هر لحظه احتمال حمله قلبی و عصبی میرفت، قید شده بود که توانایی تحمل زندان رو این آدم نداره.
دستگاه قضاییشون کی به این هشدارهای پزشکی و انسانی توجه کرده که این بار دومش باشه؟ همون موقع، همون 31 خرداد 99 بردنش زندان در شرایطی که افزون بر بیماری هایی که بهنام داره، کرونا هم تو زندان ها پخش شده بود. 12 شهریور 99 یه فایل صوتی از تماس تلفنیش از زندان اوین منتشر شد که میشنوین الان سرفه های پشت سر هم نشون میده که احتمالا کرونا گرفته بود، ولی دکتر، دوا، بستری شدن، اینا کجا؟ زندان جایی که آزمایش تست کرونا از طریق ضربان قلب منفی می شود. زندان جایی که اعتراض به شرایط یعنی انتقال به جای دیگر. زندان جایی که زندانی های پول دار و ندار ها حکومت می کنند. زندان جایی که رئیس و پرسنانش همه دست به سینه زندانیان پولدار هستن. زندان جایی که امکانات مخصوص افراد و عزیزان می باشد که زندان حکم و تلا برایشان دارد. زندان جایی که تو باید و باید خفه باشی و در سکوت بمیری. زندان جایی که زندان جایی که خانواده هایی که جویای مکان فرزندانشان هستند را ثانیه ای هزار بار می کشند. آره، اینجا زندان است. به نام محجوبی یاسیم جمالی. این فایل صوتی بر طبق تاریخی که خود بهنام در آخرش میگه 11 تیر ماه آمده بیرون، یعنی حدود یک ماه بعد از اینکه میره زندان. و تو کل این 8 ماهی که زندان بود، چند بار به خاطر اینکه داروهاشو بهش نمیدادن اعتصاب قضا کرد، اما به جای تحویل دارو بردنش امین‌آباد تیمارستان. خانم صالحه حسینی، همسر بهنام محجوبی، دو نامه سرگشاده نوشت به رئیس قوه قضاییه، یکی شهریور 99، یکی مهر 99، یعنی یکی 5 ماه پیش، یکی 4 ماه پیش. تو نامه دومی نوشت: یک ماه پیش نوشتم که زندان در ارائه داروهای خاص همسرم کوتاهی می کند و هشدار داده بودم که عدم مصرف داروهای بهنام باعث می شود که جسم او از کار بیفتد. یک ماه پیش نوشتم که پزشک زندان اوین همسرم را تهدید کرده است که باید به جای داروهایش قرصهای خواب بخورد و اگر به دستور پزشک توجه نکند او را به امین‌آباد منتقل می کنند. اما در این مدت نه داروهایش را به او دادن و نه حتی به ابتلایش به کرونا توجهی کردند. حالا بعد از یک ماه نامه می نویسم تا بگویم که همسرم را در حالی که به خاطر قطع داروهایش نیمی از بدنش فلج شده به امین‌آباد منتقل کردند. طبق توصیه پزشک معالج بهنام در خارج از زندان، مصرف داروهای بیماریش که اختلال پنیک تشخیص داده شده با داروهای خواب‌آور تداخل دارد و می تواند باعث بروز خطر جسمانی برای او شود. این مسئله را هم به زندان اعلام کردیم اما هیچ توجهی نکردند و هر شب به او 14 تا 17 قرص خواب دادند تا ناگهان نصف بدنش از کار افتاد. شنبه 5 مهر بهنام به دلیل عدم ارائه داروهایش توسط زندان دچار تشنج شد، زمین خورد و نیمی از بدنش فلج شد. او را به بهداری منتقل کردند و ابتدا گفتند به بخش مغز و اعصاب بیمارستان رازی فرستاده خواهد شد، اما ناگهان خودش خبر داد که او را در بخش ابوریحان تیمارستان امین‌آباد نگهداری می‌کنند. مقامات قضایی مسئولیت دارند تا بهنام را به پزشکی قانونی ببرند تا مشخص شود که او تحمل حبس ندارد. این مال 4 ماه پیشه. بار دیگر تأکید میکنم که جان بهنام در خطر است و از همه کسانی که صدای من را میشنوند درخواست کمک دارم. 4 ماه پیش
گزارش این جنایت ها رو به رئیس قوه قضاییه همسر بهنام نوشته و دادخواهی کرده از دستگاه عدل اسلامی. 4 ماه پیش آنچه همسرش تو این نامه ها پیشبینی می کرد حالا این هفته اتفاق افتاد. صدای بهنام محجوبی رو بشنویم که ایران بایر منتشر کرده از آنچه در امین آباد بر سر بهنام محجوبی آورده. نفهمیدم تا صبحش. الان مهم اینه که بدن من سر میشه، حافظه من رو به تقلیل پیدا کرده و من هماهنگی بین خواب و بیداری من از دست داده. انگار یکی یه سر رو گوش من منو صدا میکنه. بعد دیگر فرحه به من نمیدونم نیرو کیه اینجا چه کار از جا به من پیشنهاد متادون و مواد میده. زندانیه برید زهانم دست و کارش رو انجام ده. بعد من یکم توضیح بدم که من اونجا یه دچار شوک شدم. یکم گوش کنی منو بردن اونجا، اونجا منو به سارس سلیب بستن و من آمپول و قرص میدادن. بعد یکی سری بیماری خیلی خطرناک، خیلی خطرناک، کارهای خلافی که من الان روم نمیشه به تو بگم. یعنی کمترینش اینه که ادرار خودشون رو کنترل نمیکنن و میپاشیدن روی ما و اینا رو به طور عرض. یعنی 4 تا ارتاق تازه یک کارش بود، یک کار دیگه که من نمیتونم بگم او کارم انجام میدادن. بعد 4 تا اتاق دیگه بود اونجا نمیبودن، فقط میبودن تو اتاق من. بعد به من گفتن باید امروز بری حموم. گفتم من مشکل ندارم برای حموم. دیدم همه رو لخت 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 کردن. گفتم آخر این چجوریه؟ دور از شخصیت و انسانیت که شما همه رو لخت کردین. دیدم همه رو لخت لخت کردن، باهاشون مسخره‌بازی در میارن، مسخره‌شون میکنن. من که زیر بار نرفتم ولی اون صحنه رو دیدم. یعنی ابطال و باطل شدن انسانیت رو من دیدم اونجا. فنای انسانیت بود اونجا. ظرف غذا و پاشق و لیوانی که مصرف میکنن مشترک هم مصرف میشه. بله، یعنی قاشقی توی دهن من میره توی دهن همه اون مریض ها میره. یعنی اگر من یک مریضی داشته باشم همه اونجا میگیرن. بعد اگرم من بیام مقاومت بکنم بگم نمیخوام، منو با مشت لغت به تعدید به اتاق ایزوله میکنن. لیوان آبی که من میخورم همه باید تو لیوان بخورن. این مریض ها من یک روز باورتون نمیشه من رو تخت خوابیده بودم، یه مریض درش به حال من سوخت. چون اکثر مریض هایم که اونجا میارن مریض هایی هستن که کارتون خوابن و خاطر خانواده ترد شدن و دچار بیماری روحی هست و مریضی داره. من با من دلستر تعارف کرد، دلش برا من سوخت. من گفتم خودت اول بخور. خب نه تو بخور، من هپاتیت دارم. ببینید ظرف غذا شما برین عینن ببینین اونجا دوربین هسته. من خواهش میکنم این مقدار پولی نمیشه یه ذره دیوار یک بار مصرف و ظرف یک بار مصرف. من واقعا افول انسانیت را در امین آباد دیدم. این مریضی ها من الان خودم در اینجا هستم نمیدونم از لیوان مشترک که به زور مشترک از ظرف غذای مشترک به مشترک خوردم چه مریضی گرفتم. یک اینه که من گفتم که روشن بشه. حالا سوال بعدی یادم رفت چون من حافظه من خیلی از دست دادم. من شماره حتی خانم من که میخوام بگیرم نوشتم باش تماس میگیرم. شماره همه رضیه نم رفته.
اینا هم به خاطر فشاری بود که شب تا صبح اونجا رو من انجام میشد، یا میدیدم بلند میشدم میدیدم دستشویی انجام میشد، یا بلند میشدم میدیدم یه کاری که من روم نمیشه الان بگم، اونای هم مریضن، من شاکی ندارم، برای کسایی که به عمد و مریضا رو تو اتاق میووردن به عمد میذاشتن من بخوابم، به دکتر دریجانی میگم جناب آقای دکتر برای چی بندرم؟ برای چی بندر شما نگه داشته اینجا؟ میگه نامه از قاضی دارید. میگم پس شرافت دکتری شما از کجا رفته؟ یعنی قتل عام زندانیان سیاسی و عقیدتی فقط سال 67 نبود، این همچنان ادامه داره و فقط یادآوری بکنم محمد نوریزاد، جعفر عظیمزاده، اسماعیل عبدی و عده دیگر از شریفترین آدم های این مملکت که خودشون رو وقف کار برای مردم کردن، اینا تو همچین شرایطی تو زندانن. بار دوم که بهنام محجوبی رو میبرن تیمارستان امین‌آباد، مسئول اونجا یکی به اسم علی رجایی، یه ویدیوی اجباری میگیره از مادر بهنام که تو اون ویدیو بگه حال بهنام خوبه و هیچ مشکلی نیست، تا در عوض رجایی بذاره که مادر بهنامو ببینه چند ثانیه. آذر 99 بردنش تیمارستان امین‌آباد که دفعه قبلم برده بودم خیلی اذیتش کرده بودم، وقتی که رفتم اونجا نگهبان بهم گفت نه اصلا بچه تو اینجا نیست، اگرم باشه ما بهت نمیگیم که اینجا هسته. آقای رجایی گفتن که چون مریض هسته میرین دنبال کارهای کمیسیونش که بتونیم آزادش کنیم، با هم رفتیم دنبال کارهای کمیسیون، موقع برگشتن بهم گفت ممکنه دفعه دیگه ای اصلا بچه تو رو اینجا نیارن، یه جای نامعلوم دیگه ای ببرنش، یا الان اصلا از اینجا به زندون دیگه نبرنش، اگر میخوایی بچه تو ببینی و برگردوننش به زندون باید همین حرفایی که من بهت میزنم اینجا بگی، من از تو فیلم بگیرم و بگی که بهنام حالش خوب بوده. این فیلمی هم که از من گرفت اصلا من موقع اصلا بهنامی ندیده بودم که این فیلم از من گرفت، موقع هم که بهنام دیدم حالش اصلا خوب نبود، خیلی اضطراب داشت، دستاشم خیلی ورم کرده بود. بهنام محجوبی متولد 1366 کرمان، یعنی 33 ساله بود که شنبه پیش 25 بهمن در حال اغما از اوین به بیمارستان لقمان تهران برده شد. رئیس بیمارستان لقمان امیدوار رضایی است، نماینده چند دوره مجلس شورای اسلامی شون و داداش کوچیکه محسن رضایی میرقا اد دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظامشون. کمیسیون پزشکی قانونی تایید کردن که بهنام نمیتونه تحمل حبس نداره، ولی دادستان همچنان رد میکنه، مثل که چند روزی که امری عصبی بهش دست داده دیشب حالش خیلی بد میشه، میبرنش به اداره زندان. به اداره زندان نمیدونم که چه قرصی بهش میده که 4 ساعت 4 صبح بهنام از هوش میره. وقتی که بهنام از هوش میره اونو میفرستن بیمارستان لقمان. یکی از آشنامون که خبردار شده بهنام بیمارستانه، اونجا که میره نمیذارن نزدیک بهنام بره، وقت بهنام از دور میبینه که با دستبند و پابند و با اکسیژن که بهش وصله رو تخت دراز کشیده و اصلا نمیدونم که حال بطمه چطوره. این صحبت های مادر بهنام بود روز یک شنبه 26 بهمن 99، همین یک شنبه پیش. هیچ کسی جوابی به این مادر و به هیچ کس دیگه نمیده. بعد
جلوی بیمارستان لغمان دوشنبه شب 27 بهمن. مادر بهنام محجوبی هستم، الان هم بیمارستان هستم، از صحبی هم اومدم اینجا، هرچی گریه میکنه، هرچی میگم نمیذارم و بچه هم ببینم، الان هم میگم علائم حیاتیش پایینه، با این حال سرباز نمیذارم و برم تو بچه هم ببینم، ولی نمیدونم بچه منه چرا نمیذارم من ببینم، من مادرم میخوام بچه من ببینم، به کی برم بگم که من میخوام بچه من ببینم. باز جلو بیمارستان خانم نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در ایران که اخیراً بعد از 5.5 سال زندان آزاد شد، سعی میکنه کنار مادر بهنام محجوبی ایستاده، سعی میکنه شرایط رو توضیح بده. ساعت 11 شب هست، ما توی بیمارستان لغمان هستیم، وضعیت آقای بهنام محجوبی نگران کننده است. هوشیاریش به زیر سه رسیده و تمام سه شنبه خبر آمد که اجازه فرمودن مادر بهنام بچهشو ببینه، فقط علائم حیاتی ضعیف در بهنام بود. وضعیت بهنام تا نیمه شب پنجشنبه در همین مرحله، یعنی تنفس 30% و علائم حیاتی صفر گزارش شد. همون روزی که بهنام محجوبی تو بیمارستان لغمان بود با مرگ دست و پنجه نرم میکرد، همین دوشنبه 27 بهمن که مادر بهنامم صحبت و زجهش رو شنیدین، همون روز کسی که به آیت الله اعدام معروفه و به حکم خامنه ای شده است رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، درباره وضعیت زندان ها و حقوق بشر در ایران سخنرانی کرد. یک کشوری اگه نظیر جمهوری اسلامی اینگونه نسبت به زندانیاش توجه کرده، اینقدر زندانیاش از رأفت و رحمت اسلامی بهرمند شدن، از عفو بهرمند شدن، اعلام کنه تو دنیا آمادگی داریم. نسبت به وضعیت زندانها ما آمادگی داریم زندانهامون رو درشو باز کنیم برای دیدن هر کسی که بخواد در عالم این زندانها رو ببینه، مشهود به این که ما هم هر زندانی رو که تو دنیا اراده کنیم اجازه بدن ما ببینیم. هر زندانی رو که ما اراده کنیم اجازه بدن ما ببینیم، ما آمادگی داریم که زندانی رو در جمهوری اسلامی اون کشور اراده کنه ما نشونش بدیم. بعد معلوم بشه کجا به حقوق انسان توجه میشه، کجا به حقوق بشر توجه میشه، ما به حقوق انسان داریم توجه میکنیم یا اونها. چی بگم، وقاحت دیگه واقعا حدی نداره. از کسی که 42 سال داره اعدام میکنه چه انتظاری جز این هست؟ وحشیگری در صدا و لحنش، در سیماش آشکارتر از اونه که من بخوام بگم. کدوم کشور گفته من میخوام بیام زندانهای جمهوری اسلامی رو ببینم که میگی اونا نشون بدن ما هم نشونشون میدیم؟ این لاتبازی های آخوندی چه ربطی به حقوق بشر داره؟ نماینده های ویژه حقوق بشر سازمان ملل بارها خواستن بیان ایران، شما نذاشتین. 29 ساله که سازمان ملل متحد از شما میخواد که نمایندهش رو راه بدین، بدبختانه درهای ایران دست شماست بازو بسته کردنش. فعلا 29 سال سازمان ملل از شما رسما خواسته و مکرر میخواد ازتون که نمایندهش رو بذارین بیاد ایران، زندانها رو ببینه، با زندانیا صحبت کنه. عیسی شریفی سردار سپاه 12 سال قائم مقام قالیباف در شهرداری تهران از 64 تا 96. قبل از اینکه بیاد شهرداری عضو هیئت مدیره بنیاد تعاون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی بود. قبلش تو نیروی هوایی سپاه بود. قالیباف از همون موقع که
فرمانده نیروی هوایی سپاه بود عیسی رو میشناسه. من باقر قالیباف که میشه شهردار تهران عیسی رو میاره میکنه معاون شهر، معاون خودش در امور مناطق. همزمان عیسی میشه قائم مقام من باقر و در غیاب من باقر عملا میشود شهردار کلان شهر تهران، نمیدونم 12 میلیونی فعلا با اون بودجه های کلان و اون درآمد های کلان. اواخر دوره قالیباف سال 96 عیسی شریفی که شدت حملات به قالیباف و سر فساد شهرداری تهران میبینه استعفا میده، میره خارج، مثلا زرنگی میکنه. خرداد 96 به بهانه مریضی بچهش، بعد چند تا از رفقاش باش تماس میگیرن میگن کسی کاری بهت نداره برگرد، کسی با تو مشکلی نداره، خیلی ها رو داریم که بخوایم قربانی کنیم. خودش میگه فریبم دادن و گفتن بازداشت نمیشی، منم برگشتم. اواخر تیر 96 برمیگرده ایران، شهریور 96 میگیرنش. به حکم کی؟ نه به حکم رئیس قوه قضاییه، به حکم خامنه ای، رهبر معظم که تو هیچ جزئیاتی میگه من دخالت نمی کنم. مثلا رئیس شورای شهر تهران خبر داد که با دستور رهبر جمهوری اسلامی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران مسئول رسیدگی به پرونده اتهام فساد مالی 10,000 میلیارد تومانی قائم مقام شهردار سابق تهران شده است. حالا اینکه چرا در دادگاه نظامی و رئیس ستاد نیروهای مسلح مسئولشه، هفته پیشم اشاره کردم، شهرداری که نهاد نظامی نیست که، اما دلیلشو خواهم گفت که چرا در دادگاه نظام. به هر حال دادگاه غیر علنی است و هیچ کس از صورت جلسات هیچ کدوم از جلسات دادگاه خبر نداره. 15 بهمن 98 سخنگوی قوه قضاییه با صراحت گفت در پرونده شریفی هیچ اتهامی متوجه رئیسش قالیباف نیست. 21 خرداد 99 اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا دوباره با صراحت از قالیباف رفع اتهام کرد. اسماعیلی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه اگر در پرونده عیسی شریفی ثابت شود که رئیس مجلس یعنی قالیباف تخلفاتی داشته چه اتفاقی میافتد، تاکید کرد که ما با اگر و شاید حرف نمیزنیم، فردی که شما از ایشان نام بردید در زمره متهمان این پرونده نیست. شانزدهم دی ماه 99 سخنگوی قوه قضاییه گفت حکم پرونده صادر شد. این پرونده در دادگاه رسیدگی شده، حکم صادر شده، حکم به افراد ذینفع در پرونده، چه مؤسسات شاکی و چه محکومین این پرونده ابلاغ شده، از این حکم فرجام خواهی شده و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده و الان پرونده در دیوان عالی کشور هست. حکم پرونده صادر شده، یعنی حکم عیسی شریفی قائم مقام قالیباف و حکم محمود سیف اطلاعات سپاه همدستش در این پرونده و 7 نفر دیگه که با قرار وثیقه آزادن صادر شده، اما باز هیچ کس متن حکم رو ندیده که حتی بشه دونست اتهام ها چیه. بعد از 16 دی 99 که سخنگوی قوه قضاییه گفت حکم پرونده صادر شده که شنیدید، هیچ خبری دیگه نشد تا 4 بهمن که کانال تلگرامی سرائر که مال جبهه پایداریشونه، جبهه پایداری از وزرای دولت احمدی نژاد که مخالف به اصطلاح جریان انحرافیان و حالا مخالف احمدی نژاد هم شاید باشن، مثلا آقا تهرانی، حجت الاسلام آقا تهرانی، حالا جبهه پایداری رو دارن، خبر و کانال تلگرامی اینا همون سرائره که پخش کرد خبر رو، فقط او
نوشت حکم دادگاه رسیدگی به تخلفات مالی عیسی شریفی قائم مقام قالیباف در شهرداری تهران مبنی بر رد مال به ارزش 480 میلیارد تومان و 20 سال حبس قطعی شده 20 سال حبس قطعی شده است. این پرونده در دادسرای نظامی بررسی شده و عیسی شریفی، سردار مهردادی و محمود سیف از متهمان این پرونده هستند. هیچ مقام مسئولی این حکم را اعلام نکرد، هیچ مقام مسئولی هم این حکم را تکذیب نکرد. همه رسانه‌های جمهوری اسلامی هم همین خبر را از رو دست کانال تلگرامی سرائر کپی کردن. خب هدف همین بود. به کدام نمونه از انبوه دزدی‌های کلان و سوء استفاده‌های جهادی قالیباف و اطرافیاش تو شهرداری تهران پرداخته شده که به این یکی پرداخته بشه؟ یه جایی درس بدیم خبر رو تمومش کنیم. یه جایی ناشناخته. هفته پیش گفتم وقتی فساد قالیباف در شهرداری تهران از حد چنان گذشت که دیگه نمیشد هیچ جوری دهن روزنامه‌نگارایی رو که هر روز گوشه از این فساد افشا میکنن بست، حکومت به فکر راه چاره افتاد طبیعتاً تا هم قالیباف رو حفظ کنه و همین پرونده فساد در شهرداری رو یه جوری جمع کنه. رهبر معظم وارد میشه، حکم میده به باقری رئیس ستاد نیروهای مسلح که عیسی رو بگیرین تا من باقر قصر در بره. طبق گفته رئیس شورای شهر تهران، عیسی شریفی رو به دلیل اختلاس 10,000 میلیارد تومانی گرفتن. حکم دادگاه چیه؟ افزون بر زندان 480 میلیارد تومان رد مال. یعنی اگر دزدی کلان و اختلاس و 10,000 میلیارد تومان طبق آنچه گفته شده در نظر بگیریم، سردار مختلص موظف است که 1/20 پولی رو که دزدیده پس بده. از 10,000 میلیارد چقدر؟ 480 میلیارد، 500 میلیارد. 1/20 رو پس بده، بقیهش هم مال خودش. تازه به کی پس بده همین 1/20؟ به شهرداری؟ نه خیر، به قوه قضاییه، یعنی به همون 63 حساب بانکی رئیس قوه قضاییه که رئیسی میگوید کردمش 4 حساب که همه وثائق و جریمه های آمده در حکم دادگاه میره اونجا، مگر اینکه تو حکم دادگاه نوشته شده باشه که باید پول برگشتی به فلان شخصیت حقیقی یا حقوقی برگشت داده بشه که همچین چیزی لااقل حکمی نیست که گفته بشه. محمد علی خانی عضو شورای شهر میگوید اصلا اون پول به شهرداری بر نمیگرده. محمد علی خانی عضو شورای شهر تهران میگوید اطلاعاتی که اعضای شورای شهر تهران درباره پرونده شریفی میدانند بیشتر از رسانه ها نیست و آنها حکم او را در رسانه ها دیدند. او در پاسخ به این پرسش که آیا رد مال 480 میلیارد تومانی شریفی دردی از شهرداری پربدهی تهران دوام میکند گفت شما رأی را دیده اید؟ همین 480 میلیاردی هم که در خبرها منتشر شده من فکر نمی‌کنم قرار باشد به شهرداری داده شود. در واقع بعید است در این پرونده چیزی گیر شهرداری بیاید، چون آنطور که مطرح می‌شود این پرونده خارج از حیطه و دخالت شهرداری مورد رسیدگی قرار گرفته. ولی دستگاه قضایی اعلام کرده که اتهامای عیسی شریفی قائم مقام شهرداری قالیباف مالی است. یکی از موارد این اتهام مربوط می شود به 2662 ملک شهرداری تهران که در اختیار افراد حقیقی و حقوقی قرار داشته که از این تعداد حدود 1904 ملک، یعنی حدود 2000 ملک، یعنی تقریبا اکثر این ملک هایی که در اختیار افراد حقیقی و حقوقی به وسیله شهرداری قرار داشته، ملک کامل شهرداریه، حدود 2000 ملکش ضوابط قانونی را کاملا رعایت نکردند. مجموع ارزش املاک نجومی چقدر بوده و چقدره؟ خودشون میگن واگذاری چند هزار میلیاردی املاک به بعضی از مدیران ارشد شهری و برخی اعضای شورای شهر تهران در زمان محمد باقر قالیباف. خبر داشتن از این دزدی‌های کلان و سوء استفاده ها، حضرات، بازرسی، اطلاعات، دستگاه قضایی، یا تازه خبردار شدن بعد به رهبر گفتن، بعد رهبر معظم هم حکم بازداشت عیسی رو داده،
تو این 12 سال خبری داشتن؟ دست کم بر اساس اسنادی که هست از سال 95 الان آخر سال 99 از سال از اوائل سال 95 سازمان بازرسی کل کشور یقه شهرداری تهران رو سر همین موارد گرفته بوده. نهم شهریور 95 سازمان بازرسی کل کشور در نامه فروش 200 ملک شهرداری تهران به برخی مدیران این نهاد و افراد دیگر به قیمت غیر واقعی و بسیار پایین همراه با 50% تخفیف و قسط‌های 60 ماهه را غیر قانونی خواند. این سازمان همچنین اعلام کرده که این 200 آپارتمان، خانه ویلایی و زمین شهرداری تهران در مجموع 2200 میلیارد تومان کمتر از قیمت اصلی فروخته شده است. فروخته که چه عرض کنم؟ حبه شده است به قول آخوندا. 2200 میلیارد تومان فقط 200 آپارتمان و اینا. باز بگم که فقط نامه سازمان بازرسی کل کشور نیست که به دلیل آنکه این نامه رو همین نامه رو این نامه بازرسی رو که دیدین اولین بار یاشار سلطانی روزنامه‌نگار منتشرش کرد افتاد زندان به دلیل انتشار این نامه. باز همون سال 95 حسین معصوم نماینده وزیر راه در شورای عالی حفظ حقوق بیت المال با اشاره به تخلفات جدید شهرداری مبنی بر فروش پارک های تهران میگوید شهرداری تهران اخیراً یکی از پارک های منطقه جردن را به برج سازان فروخته است. در منطقه سعادت آباد هم دیده شده دور بخش از پارک ها دیوارکشی شده و ساخت و ساز در آن منطقه در حال انجام است. تعدادی از پارک های تهران به دو نیم تقسیم شدند که نیمی از آن به بساز به فروش ها فروخته شده و ساخت و ساز در حال انجام است. مسئولان در شهر تردد می کنند و شاهد این اقدامات هستند اما برخوردی صورت نمی گیرد. این اقدامات غیرقانونی در سایه توافقات انجام می شود، یعنی رانت ها، یعنی باند بازی ها، یعنی خورده مافیای قالیباف. این حرفا مال سال 95 نامه های رسمیه. کی شهردار بود؟ چرا این غارت ها و رانت خاری ها دنبال نشد؟ از رهبر معظم بپرسیم. یکی از تخلفات باند قالیباف رانت خانوادگی قالیبافه که دیگه همه میدونن. قالیباف میاد به اسم پرداخت بدهی به پیمانکارا هولوگرام صادر میکنه، فیش تراکم سیار، بسته به اینکه چقدر طلب داشتن فلان فلان پیمانکار طلب داره شهرداری بهش سندی میده که میتونه یا اسنادی میده که میتونن هر جا که زمین قابل ساخت باشه بدون طی کردن مراحل نمیدونم اجازه گرفتن فلان اینا ساخت و ساز بکنن. و خود این حواله های تراکم دارین میبینین شد مثل عرض که دست مردم خرید و فروش میشد و میشه. این تراکم فروشی خودش یک راه های کش رفتن تراکم ها گذاشتن تو جیب عقبی خودیا بود. خانواده قالیباف یکی از کش بروها بودن. سال 96 با تموم شدن دوره شهرداری قالیباف به دلیل اینکه دیگه تمام تهران و این ماجرا طلا گرفته بود تراکم فروشی اعلام شد که ممنوع است. یاشار سلطانی عرض کردم مدیر مسئول معماری نیوز توقیف شده که به دلیل افشای دزدی‌هایی که الان شهرداری قالیباف افتاد زندان اسنادی رو منتشر کرده به تازگی که تراکم فروشی‌های همسر و فرزندان قالیباف رو نشون میده. می‌بینید تو این اسناد مؤسسه شمس الشموس متعلق به الیاس قالیباف پسر منباقر زیر مجموعه خیریه امام رضا متعلق به مامانشه زن من باقر. بنیاد مستضعفان میاد 3 قطعه زمین به مساحت نزدیک 6000 متر مربع تو سعادت آباد به شمس الشموس واگذار میکنه. اینطوری مراکز پژوهشی و تفریحی و دانشگاهی و مدارس لاکچری مهر هشتم که شهریه هر شاگرد ابتدایی 30 میلیون تومان تا قبل از کرونا بود را میفته. بنیاد مستضعفانه دیگه، به مستضعفان میرسن. تو این اسنادی که دیدین تو چهارمین نامش، حالا اگه فرصت داشتیم دوباره نشون بدیم، تو چهارمین نامش آمده است که 64 میلیارد تومان بابت عوارض ملکی
64 میلیارد تومان بابت عوارض ملکی که شمس الشموس گلپسر قالیباف صاحبشه به شهرداری تهران پرداخت شده. اینو توجه بفرمایید. تو نامه نوشته شده که میبینین دیگه، حال تو نامه چهارمه میبینین که 64 میلیارد تومان بابت عوارض ملکی که به مؤسسه گلپسر قالیباف شمس الشموس داده شده، واگذار شده، عوارض این ملک پرداخت شده. همینطوری بین خودشون یاشار سلطانی نوشته در عوض قرار شد عوارض 64 میلیارد تومانی ساخت برج 21 طبقه در باغ برره را که متعلق به بنیاد مستضعفان است شمس الشموس پرداخت کند. چرا اونجا مال خودش نداد، اینجا میره مال باغ برره رو میده که مال بنیاد مستضعفانه؟ چون این 64 میلیارد تومان در واقع نمیده، در قالب هولوگرام تراکم سیار به بنیاد منتقل شد. هولوگرام ها متعلق به خیریه همسر قالیباف است و مشخص نیست یک خیریه چرا باید هولوگرام فروشی کند. حالا اینجوری پرونده جدیدی باز کردن، همین پنجشنبه دیروز خبرش منتشر شد که کسی که اینا رو افشا میکنه یاشار سلطانی دوباره براش 13 ماه حبس بریدن. باز هر روزم تو سخنرانیاشون میگن روزنامه نگاران افشای فساد فلان بهمان، حرفای مفتی که من نمیدونم دیگه، حتی خودشون هم فریب نمیده. به هر حال این ماجرای 64 میلیارد تومانی که گفتم این وسط پاپولی میشه اصلا و فقط اسمش نامش میاد که پرداخت شده و به اسم هولوگرام که معلوم هم نیست حتی هولوگرام ها داده شده باشه، یعنی همون تراکم سیار، از شهرداری، از شوهرش مامان الیاس میگیره و بعد به عنوان عوارض ساخت برج 21 طبقه در باغ برره که مال بنیاد مستضعفانه، به جای بنیاد مستضعفان این عوارض به صورت هولوگرام برمیگردونه شهرداری. یعنی 64 میلیارد تومان اینجا یک جا تو جیبشونه. ببینید اینجوری از مال مردم، از بنیاد مستضعفان و از شهرداری میریزن جیبشون، بعد این جیب به اون جیب میکنن. خیریه امام رضا که تو قباله زن قالیباف خانم زهرا مشیره، طبق آنچه در روزنامه رسمی ثبت شده فروردین سال 93 به ثبت رسیده. فرهاد یعقوبی قزوینی رئیس هیئت مدیرشه. قزوینی وقتی قالیباف فرمانده نیروی انتظامی بود، معاون هماهنگی نیروی انتظامی تهران بزرگ بود. این رئیس هیئت مدیره بنیاد زن قالیباف. عضو دیگر هیئت مدیره این خیریه رضا شیران خراسانی است که گفته می شود به عنوان یکی از دوستان قدیمی شهردار تهران در برنامه‌های انتخاباتی اون نقش موثری داشته. محمد باقر ضمیر خرسندی یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره است که فردی رسانه‌ای نیست، اما در همان سال 93 اسمش در هیئت مدیره شرکت توسعه بازرگانی بین‌المللی شهر که بی ارتباط با شهرداری تهران هم نیست ثبت شده. و البته نفر دیگری این خیریه مصطفی قفاری دستیار پروفسور سمیعی است. حیف پروفسور سمیعی با این تخصص بالا و در آغوش کشیدن مسئولان جمهوری اسلام. بعد از تأسیس خیریه امام رضا تو قباله زن قالیباف، طرح‌های ریز و درشت و موفق و متوقف مانده‌ای که در این سالها در معاونت امور زنان و دفتر مشاوره خانم مشیر در شهرداری تهران انجام می‌شد، پس از تأسیس مؤسسه خیریه امام رضا یک جا به این مؤسسه واگذار شد. دیگه خانوادگی تر از این و زمین و خیریه و تمیز کردن پول قاچاق تو خیریه امام رضا و شمس الشموس و مجموعه مهر هشتم، اینا فقط نیستا. یه نمونه فقط بگم بگذاریم. علی قفاریان فعال رسانه اصولگرا، مدیر مسئول سایت سرات نیوز، دارین میبینین دیگه
نوشته به نظرتون اسحاق قالیباف پسر کوچیک آقای رئیس مجلس که در استرالیا تحصیل کرده چگونه رانت فروش عمده گوشت در فروشگاه‌های شهروند در زمان شهردار بودن پدرش را به دست آورده بود؟ یه بار دیگه میخونم چون غلط خوندم. به نظرتون اسحاق قالیباف پسر کوچیک آقای رئیس مجلس که در استرالیا تحصیل کرده است چگونه رانت فروش عمده گوشت در فروشگاه‌های شهروند در زمان شهردار بودن پدرش را به دست آورده بود؟ چجوری؟ یعنی وقتی بیل میزنین میبینین چه چیزایی در میاد؟ فقط نمیدونم شب سل شموس و مهر هشتم و خیریه امام رضا و این داستانا نیست. اینجوری رخنه میکنن در تمام اقتصاد بازاری که کالاهای اساسی مردم دستشه. قالیباف و خانواده‌اش یک سره از هر اتهامی همچنان تبرن، چون رهبر معظم اراده کرده. شهردار فعلی تهران آقای حناچی میگه از دار و دست قالیباف املاکی رو که به صورت غیر قانونی در اختیارشون بوده پس گرفتی. از تیم آقای قالیباف مثلا ما ملکی داشتیم بیش از فکر میکنم حدود مثلا 5-6 هزار متر زیر همت تقاطع امام علی اگه اشتباه نکنم یا سیاد. ما تحویل گرفتیم از سرکار خانم مشیر املاکشون تحویل که در اختیارشون بود تحویل گرفتیم. از آقای طلایی تحویل گرفتیم. ممکنه چیزایی هم باقی مونده باشه. حالا بخشی از اینها هم شرایطش متفاوته. بخشی از اون املاکی که شما میگید تو لیست املاک نجومی بودن. تو املاک نجومی سند خورده بود اینا افراد. یعنی پس گرفتن اینا از عهده ما بر نمی اومد. سیستم قضایی اینها رو تعقیب کرد و خیلیاشون رو پس گرفت یا قیمت رو واقعی کرد. من اطلاع دارم که خیلی از افرادی که اون موقع املاکی گرفته بودن با ما مکاتبه کردن، ارزش روز املاک گفته شد و ما با تفاوت املاک گرفته شد. تو نظام مقدس جریمه و زندان غیره فقط برای مردم عادی است. اعلام کردن که زمین‌های مورد تخلف از خیریه امام رضا و شمس و شموس پس گرفته شد، یعنی از زن و پسر قالیباف، که البته هم چیزی هم نیست و همش غیر قانونی، همش طبق قانون خودشون. به چه حسابی 5000 متر مربع بنیاد مستضعفان میده به گل پسر قالیباف که توش تجارت میلیاردی بکنه همراه مامان جونش و داداش جونش و ممهادی رضوی جونش، دوماد محمد شریعت مداری وزیر که شده جایزه شفافیت هم گرفته محمد شریعت مداری وزیر رفاه. واقعا به ریش مردم اینا بد میخندن. حالا اصلا گیریم که همه اینا درسته، همه اینا که آقای حناچی گفت درسته، همون تراکم سازی هایی که میگین غیر قانونی بوده ازشون گرفتین. مگه نمیگین غیر قانونی بوده؟ خب اینا مجرمن نیستن؟ کار خلاف قانون نکردن؟ هم اینا و همونایی که بهشون هدیه دادن، واگذار کردن، حبه کردن، چه میدونم دادن دیگه. مسئله این است که یک، در تمام مدتی که این تخلفات صورت گرفته چه کسی مسئول بوده؟ من باقر قالیباف. دو، چرا قوه قضاییه اعلام میکنه که اتهامی متوجه قالیباف نیست؟ سه، چرا وقتی روزنامه نگاری نامه سازمان بازرسی کل کشور درباره تخلف در شهرداری قالیباف منتشر میکنه، یعنی یک نامه رسمی از یک نهاد رسمی، روزنامه نگار باید بیفته زندان؟ چهار، خودتون میگین 10,000 میلیارد تومان از اموال مردم و شهرداری قالیباف به باد داده، یعنی به جیب خانواده و دوروریاش ریخته. چرا با وجود پس گرفتن اموالی که غیر قانونی به زن و بچه شهردار تهران داده شده، نه شهردار تهران و نه زن و بچهش مورد پیگرد قانونی قرار نمیگیرن و باز اعلام میشود اتهامی متوجه آنان نیست و همون شهردار بانباز سوء استفاده چی میشه؟ رئیس مجلس. ببینید، فرصت زیادی نداریم که من همه داستان رو توضیح بدم خدمتتون، فقط در این حد بگم که 27 خرداد 99
محسنی اژه‌ای گفت در پرونده عیسی شریفی چون یک سری مسائل دفاعی هم مطرح بوده تصمیم بر غیر علنی بودن دادگاه گرفته شد. مسائل دفاعی چیه؟ چاپ اسکناس، چاپ اسکناس یمنی، خرید 300 دوربین دید در شب که لو رفت آمریکا و اتریش انداختنشون تو تله و چند مورد دیگه که خواهم گفت. ببینید هر دو شرکتی که واسطه دریافتی‌های هزاران میلیاردی از شهرداری قالیباف بودن، یه سرشون به نیروی قدس سپاه وصله، یعنی لوجستیک سپاه در یمن رو داشتن، برای همین گفتن پرونده بره دادگاه نظامی محرمانه باشه. محمود سیف که اسم دیگه‌اش محسن سجادی‌نیاست، متولد 1343، مدیر عامل سابق شرکت تجارت الماس مبین، 3 آبان 96 بر اساس اطلاعیه وزارت خزانه‌داری آمریکا در فهرست تحریم‌های این کشور قرار گرفت. اتهامش اینه که از طریق شرکت پردازش تصویر رایان تجهیزات و لوازم لازم برای جعل اسکناس از اروپا تامین کرده، متهم به تامین سلاح برای سپاه. شرکت تجارت الماس مبین در مشارکت با شرکت پردازش تصویر رایان یک شبکه جعل اسکناس های یمنی رو سازماندهی کرد که در خدمت نیروی قدس سپاهن. این شرکت سال 92 خط تولید سیم کارت و کارت هوشمند رو راه انداخت و همون موقع اعلام شد که این شرکت قابلیت تولید هولوگرام، همینایی که شهرداری قالیباف استفاده کرد، چاپ قبوز تلفن و نخ اسکناس را دارد و میخواد کارت ملی رو انحصارش در دست بگیره. و محسن سجادی‌نیا به همراه مسعود مهردادی، یک عکس ازش هست، معاون اقتصادی بنیاد تعاون سپاه، در سالهای اخیر تمام فعالیت‌های خود را در قالب هلدینگ اقتصادی یاس پیش می‌بردند، یعنی همون شرکت که رسماً مال بنیاد تعاون سپاه و طرف بدهی‌ها و اختلاس‌های دوره 12 ساله شهرداری قالیباف در پرونده عیسی شریفی است. بریم پرده آخر. پتروس فرشته‌ای بود، حالا ترک اولا کرده بود، هرچی نمی‌دونم. بالش خدا شکسته بود، توی جزیره‌ای بود. جبرئیل با یه عده از ملائکه میرفتن خدمت پیغمبر تبریک بگن. متن حدیث با تو رجال کشیس، جبرئیل با فطرس دوست بود. از بالای جزیره که رد شدن فطرس گفت کجا میرین؟ گفت خدا به خاتم انبیا فرزندی داده، داریم بریم تهنیت بگیم، میخوای تو رو بالهامون حمل کنیم بریم خدمت پیغمبر، شاید یه اتفاق خوبی برات بیفته. گفت آره. رو بالهاشون حملش کردن، آمدن خدمت خاتم انبیا. بچه ها نکته اینه، آیا پیغمبر فطرس را دعا کردن؟ نه. آیا امام حسین فطرس را دعا کردن؟ نه. آیا پیغمبر به بال فطرس دست کشیدن؟ نه. آیا امام حسین به بال فطرس دست کشیدن؟ نه. پس چی شد؟ فرمود امسح جناحک علی مهد الحسین، بال تو بکش به گهواره حسین. شب و روزگار خوش.